سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته شاهد یک اتفاق عجیب و غریب در خاک کشور عراق بودیم که امشب میخوایم به این بپردازیم که اولا در کدام نقطه است بعد غرب چه موزه الان در قبالش گرفته و آیندهش چگونه خواهد بود یه بلایی هست اینها بر سر ما خواهند آورد این حرف امشب من رو به ذهن داشته باشید باید ببینیم چه شکلی میخوایم باش مقابله بکنیم در هیجان اتفاقات امروز نمانیم برای اینکه بتونیم این اتفاقات رو حفظ بکنیم راهکار داشته باشیم سادهش بکنم یک جمعیت میلیونی این روسا از 80 ملیت در کشور عراق جمع شدند و یکی از با شکوه ترین پیاده های طولانی دنیا با حضور افرادی از مذاهب و ادیان مختلف رو رقم زدن من اگر بخوام ساده وزن قضیه رو خدمت شما توضیح بدم فقط باید یه جمله بگم یه هفته قبل از برپایی پیاده روی اربعین عراق ریخ به هم مردم ریختن کف خیابونها هواداران مقتدا سلاح به دست گرفتن 700 نفر کشته و زخمی شدن همه اونهایی که در اون درگیری ها حضور داشتن با موازه مختلف همه اونهایی که در اون درگیری ها رفیق کشته ها و قاتلین بودن الان همه در کنار هم موکب را انداختن. همه در کنار هم تو این مراسم حضور دارن همه در کنار هم در این مسیر هست آقا چجوری ممکنه همچین چیزی شما یه هفته قبلش 700 هفت نفر کشته و زخمی توی درگیریایی که داشتی آقا یه هفته قبلش بسی کنار بیایم یه خورده عقبتر 30 سال قبلش یه همسایه‌ای داشتین اصله کشیدین یک جنگ اتفاق افتاده یه طرف دیکتاتور صدام یه طرف ملت ایران صدها هزار نفر تو این جنگ کشته شدن این جمعیت الان چجوری هم صدا و هم قدم اختلاف نظر داریم دیگه ولی چجوری هم صدا و هم قدم تو این مسیر حرکت کردیم من بیشتر از این اختلاف و این اتفاق عجیبه میخوام مانو بدم روی درگیری کشور عراق آقا یه جایی رو در دنیا شما برام مثال بزنید یه جایی من کامنت ها رو حتما میخونم که سواد رسانه این بره بالا که 700 نفر کشته و زخمی شده باشن توی درگیری هفته بعدش همه ای اونا موکب زده باشن در حال پذیرایی باشن از بقیه آه اصلا عجیب و غریبه این چیزهایی که داریم میگیم مثلا شبیه تخیل قشنگه مردم افتادن به جون همدیگه سری بساتر جمع کردم اختلاف حل شده ها من اینو خدمت شما عرض بکنم بیانی هایی که اخیر صادر شد رو شما دقت بکنید چقدر تیز زود بعضی از این بیانی ها علیه ایران بود بعضیش اومده بود دیگر گروه های عراقی که دست دوستی دراز کرده بودن رو یزیدی خطاب کرده بود یعنی شده دعوا تمام نشده دعوا متوقف شده این وسط یه چیزی بوده این انقدر وزن داره که همه به حرمت اون بازی رو گذاشتن کنار بریم ساعت ها بشینیم فکر کنیم این اتفاق چیه آقا نمیتونیم بگیم یک تجمع مثل آن چیزی که در دیگر کشورهای دنیا هم ممکن است رقم بخور نه،, نه جنس این متفاوته البته قبل از اینکه توضیح بدم چه اتفاقی رو سعی کردن رقم بزنم و چه اتفاقی پیش روی ما هست لازم هست یه چیزی رو یادآوری بکنم من با این نگاه دوستانم که دنیا امروز خیره به است. من با این نگاه 100 درصد مخالفم ما شبیه انسان‌های هستیم ما 20 میلیون نفری که بلند شدیم رفتیم و اون جمعیت خیلی بیشتر ایرانی و غیر ایرانی مسلمانی که داریم نگاهشون میکنیم ما شبیه انسان هایی هستیم که رفتیم توی یه اتاق خیلی خیلی بزرگ یه اتاق ساختیم 26 میلیون نفر جمعیت توش جا میشه چه اتاق خفنی بعد هممون رفتیم تو اون اتاق کلی هم بلنگو و رسانو اینو گذاشتیم میگیم همه دارن ما رو میبینن نه نه خودمون پرشمار داریم خودمون رو میبینیم و پوشش میدیم دممون هم گرد ولی همه ما رو نمیبینن چون ما سانسور شدیم چون اتفاقه وزنش یه جوریه که فعلا نمیتونن ازش صحبتی بکنن خدمت شما عرض کردم هیچ کجای دنیا شما سراغ نداری که درگیری راه بندازن حتی لحظه ای که درگیری های عراق رخ داد بعضی این که اینو راه انداختن که اربعین انجام نشه یعنی این درگیری انقدر حیثیتی شده بود و انقدر بالا گرفت و حمله به دفاتر نظامی و دفاتر سیاسی برخی گروه ها و کارهای عجیب و غریب خونپارا آوردن کف خیابون آر پی آوردن کف خیابون یه هفته ای جمعش کردن خودشون همه جمعش کردن همه غلاف کردن پس حق دارن سانسورش بکنن یه چیزی داره که اگر فراگیر بشه ترسناکه اما قبل از اینکه این, که این ماجرا سانسور بشه قبل از اینکه دنیا ترجیح بده درباره اتفاقات دیگر صحبت بکنه درباره جشن پرتاب گوجه صحبت بکنه درباره گاووازی اسپانیا صحبت بکنه قبل از اینه یه اتفاق دیگه ای رخ داد ببین این مرحله مرحله سانسور اول این شکلی نبود داستان اول مرحله ترساندن از جمع شدن بود برگردید به اتفاقات دهه 80 آمریکا در عراق بود که امنیت عراق تامین بشه همزمان توی کربلا جمعیت مراسم برگزار میکرد نه 20 چند میلیونی امروزها که همه تامین امنیتش رو هم خود عراق داره انجام میده نه نه این 20 چند میلیونی نه جمعیت تجمع برگزار میکرد میلیون نفر بلند و رفتن تو شهر کربلا آمریکا آمده بود امنیت تامین بکنه در جایی که امنیت دست آمریکایی ها بود بمبگذاری انجام میشد بین ظاهران اربعین 100 تا 100 تا از ما کشته میگرفت فاجعه یک فاجعه به تمام اتفاق افتاد برای اینکه یک پیام رو ناخواسته انسان ها بگیرن و اون پیام این باشه که آقا توی این مسیر عزیز دلم حضور پیدا نکن توی این مراسم نباش من احساس میکنم که اینجا قرار یه اتفاقی بیفته اینجا قرار اردوگاه بشه رفتار شما ها حس و حال شما ها به من نشون میده که اینجا قرار ماجرا پرشورتر بشه تلاش میکنم که بترسی و نیایی تلاش هم کردن هرچی چی با اون گذاری ها بیشتر شد اوایل دهه 80 هرچی بیشتر ایرانی و عراقی میکشتن استقبال بیشتر میشد معذرت میخوام این شکلی میگم همچین مقایسه ای برای خودمون انجام میدم ولی مجبورم گله گوسفند رو اگر بمب میذاشتن این شکلی منفجر میکردن دنیا صداش در میومد برای ماها صداش در میومد ما رو سانسور میکرد چرا چون اصلا این انفجار انجام نمیشد برای اینکه دنیا خیره بشه برای این انجام شد که تویی که میای بفهمی اوضاع ناامن دیگه شرکت نکنی یه خورده رفت چلتا دیه نه برای اینا جذابه برای اینا اتفاقا جالبه اینا خوششون میاد که در این مسیر فدا بشون در راه دیدن حضرت سید و شهدا در راه قدم برداشتن در مسیر او کمی شبیه به او بشون از این جای کار به بعد شما به یک شاهد هستین که هیچ گونه بمبگذاری در راه انجام نمیشه آقا نگید که چون امنیت رفته بالا این اتفاق نمیفته همین الان در کشور همسایه خود اون بمبگذاری داریم حالا یه چیزی اصلا شما فرض بگیرید بمبگذاری نمیتونن در عراق انجام بدن تلاش هم نمی میتونن بکنن نمیتونن برن مثلا چارتو کمربند انتحاری ببرن یکیش نتیجه نده ببین به طور کامل اینا کشیدن عقب از این داستان واضحه که از این ماجرا کشیدن حتی شما نگاه میکنی در اوج حضور داعش در عراق که انقدر داستان موثری بود که یک منطقه ای رو درگیر خودش کرد شما 20 میلیونی تجمع برگزار میکنی راهپیمایی برگزار میکنی یه گلوله سمت اینا کسی جرئت نمیکنه شلیک بکنه چرا چون میدونن هیجان بیشتری به ملت ها میده اگه بخوام باش دربیافتن به دیده شدن بیشترش کمک میکنه و ماجرا رو برای اونها پیشتر میکنه راهکار چیه الان دارن سانسورمون میکنن الان تنها راهکاری که برای ما پیدا کردن اینه که سانسورمون بکنم. ما یه اتاق خیلی بزرگ ساختیم یه اتاق خیلی خیلی عظیم 20 میلیون نفر آدم رفتیم تو این اتاق همه دور هم داریم حرف میزنیم خیلی هم خوشحالیم که یه جمعیت زیادی هستیم آره جن خیلی جمعیت زیادی هستیم ولی دنیا نمیبینه دنیا این رو مطلع نیست دنیا ازش خبر نداره من این چند روزی که ماجرای اربعین اتفاق افتاد س کردم به زبانهای دیگر درباره این ماجرا صحبت بکنم حالا دوستانی که به زبانهای دیگر اومدن درباره اربعین صحبت کردن قطعا نکاتی که من عرض میکنم رو تایید میکنن من مطالب مد نظرم رو میدادم یکی از رفقا در کانادا اون ترجمه میکرد که حالا من بعدا فهمیدم به من اینو نمیگفت یه روز خیلی اتفاق من متوجه شدم که این چون فاصله زمانی با هم داریم ابتدای روز خودش تو کانادا دعای عهدش رو میخونه بعد از اینکه دعای عهدش می‌خونه این ترجمه ها رو شروع میکنه ایشون ترجمه ها رو برای من ما زمانی که منتشر میکردیم خیلی برام جالب بود این فیلم ها و ویدیوهایی که اصلا برام عادی شده ما نگاه می کن تهش که چی الان عراقی این حرکت رو زد خیلی زیاد دیدم اگه چیز خاص سرداری نشون بده دیدیم برام خیلی عادی شده حیرت زده بودن اون کسانی که از ملیت های دیگر پیام میذاشتن اینجا کجاست اینا کیان چرا اینجوری رفتارشون این همه مرام و معرفت چه جوری براشون عجیب غریب بود این داستان برای دنیا چون ما الان در مرحله سانسور کامل هستیم این سانسور تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه ببین سه تا اتفاق باید بیفته یا باید بتونن استحاله کنن این مراسم رو یا باید بتونن در این مراسم نفوس پیدا بکنن حالا این نفوذ از روش های مختلفی ممکن هست باشه یا ممکن خودشون بتونن یه راهکاری پیدا بکنن بیان جلو یا نیابتی افرادی از جنس خودمون پیدا کنن در بین خودم یا ممکن است تلاش بکنن چند ملیتی بودن این مراسم ازش بگیرن اخیرا یکی از این بیانیه هایی که صادر شده بود من یکی از دوستان گفتم این بیانیه رو اگر به من گفتن آمریکایی ها نوشتن بیشتر باور میکردم تا بگن مثلا یک نفر از بستگان فلان شهید در عراق نوشته بیانیه رو شما میخونید مثلا تهش غیر مستقیم گفته و آقا اصلا چرا میهمان اینجا باید دست به و سفید بزنه ترجمش ترجمهش بکنم الان شما میگی چقدر با مرام چقدر با معرفت دارن میگن که مثلا میهمان ها بیایند و برون ما بهشون قدم نه داره میگه که چرا ایرانی ها موکب داشته باشن چرا دیگران موکب داشته باشن چرا چند ملیتی باشه تک ملیتیش باید بکنیم اینو اصلا به بقیه ربطی نداره که ببین اگر بتونن این ماجرا رو استحاله بکنن بازی تمومه میتونن این کارو بکنن به نظرم فعلا تو مرحله سانسورن دارن دست پا میزنن دارن دست و پا میزنن ببینن چی از این داستان در میاد علت سانسور چیه چون یک شوک عجیب و غریب برای همه دنیاست ببین من یه مثال ساده براتون تو یکی از ویدیوها به یاری خدا حتما مفصل خدمت شما عرض میکنم این فیلمو من چندین بار بهش اشاره کردم یه فیلمیه یه نفر رفته تو عراق میبینه مردم دارن حرکت میکنن تو مسیر پیاده روی از بحرین بلند شده اومده بعد نگاه میکنه این ای خانم هاشونو در آغوش گرفتن دارن اذیت میشن میگه خب من چیکار کنم آها میرم براشون کالسکه میخرم میارم اینجا در حد توانم آقا 100 تا 150 تا 200 تا آدمی بوده که متمول هم بوده در حد توانم میخرم میارم به اینها توضیح میکنم ببین برگر به ابتدای بحران کرونا از همین ایرانش بگی تا برو برس به کشورهای غربی اگر میتونستن یه عده اینجا وسایل رو از ماسک تا چیزای دیگه احتکار میکردن گرونتر بفروشن تو کشورهای اروپاییش که شما وقتی نگاه کردی دستگاه مثلا اکسیژن رفته بود فلان کشور محموله رو توی راه گرفته بود ماسک رفته بود مثلا به مقصد کشور اروپایی آمریکا گرفته بود یادتونه دیادشون در میاد آقا این از ما ماسک دوزی کرده این فلان کرده بحران اوج پیدا کرده او نگاه میکنیم می‌بینه چه بهره برداری می‌تونه داشته باشه تو اربعین ماجرا متفاوته نیاز وقتی زیاد میشه نه تنها شما اونجا فرصت طلبی رو نمی‌بینی بلکه تلاش برای رفع حد اکثری نیاز رو داری میبینی خیلی عجیب غریبه این مدل عجیب و غریبه اگر نظام تو بر پایه ای ساخته باشی در دنیا که مردم هر چی بیشتر بخرن کارخانه های تو فعال تر باشه کسب درآمد تو بیشتر باشه اقتصاد تو بهتر باشه این ترسان این همه چیز تو رو به هم ببین من کاملا غیر سیاسی الان توضیح دادم دیگه اصلا جنبه های سیاسی و مذهبی و اعتقادیش اینا نمیبینم فقط اقتصادی نگاه بکنی شما اگر یک نظامی حاکم کرده باشی که چرخ اون نظام بر پایه خرید مردم سوار شده باشه این داستان برای تو ترساکه چون اینجا مردم به دنبال این که هی بهتر بشوند، هی متفاوت تر بشون هی پیشرفته تر بشون هی خرید بکنن هی روی دست هم دیگه در چشم و هم چشمی بلند بشون نیستن اینجا اتفاقا برعکس تلاش میکنن که اون یکی از خودشون بالاتر باشه داستان داستان ترسناکیه فضا رو نگاه میکنی به شدت تلاش میکنن فیلم ها و تصاویر تفرقه افکنانه بین دوتا ملت منتشر بکنن کم هم نیست یکی دوتا هم نیست یک بخشش حماقته یک بخشش اشتباهه یک بخشش آمدانه است چقدر تلاش کردن این روزها فیلم هایی از یه تصویر ساختگی از یه دونه سلبریتی که نمیتونم یه کاربر از این کاربری فعال فضای مجازی توی اراق اومده ساخته از این فیلمایی که توی اینستاگرام بهش میگیم فیلم سمی از این کلیپ های سمی ساخته که مثلا آب ایرانی ها نمیده اولی کلیپ ها تاش اینجوری نیست ساستانش همونو گرفتن با فشار در فضای مجازی ایران پخش کردن که آقا فضای این شکلی چرا چون احساس میکنه آقا الان باید این دشمنی رو من تشدیدش بکنم این داستان ترسه که این بخواد ادامه پیدا بکنه این جمعیت چند ملیتی آقا جام جهانی جمع شو این دوره هم مثلا فلان فستیوال بین المللیه با کجای دنیا هماهنگ کردی با کروم سازمان بین المللی همراه بودی چرا من متوجه نیستم چرا من توش نماینده ای ندارم چرا این همه پرچم بلند شده اومده نه اینو باید به همش بزنم روح چند ملیتیش هم باید ازش بگیرم شما توی تصاویر اخیری که منتشر شده تو همین ایران یه گروهی اومده بودن ایران از ایران برن کشور عراق بعد از جمهوری باکو اومده بودن یکی دو نفر بین اینها شما وقتی نگاه میکردی میدیدی که گردنبندی دارن روی گردن خودشون عکس کشته های جنگ قرباغ رو آوردن بعد این مایه مباهاتشونه یعنی خونواده اون کشته ها اونا احساس میکنن که الان توی این مسیر میرن همه وقتی اینا نگاه میکنن آفرین میگن آقا شما رفتین مثلا فرزندان شما خاک اسلام را آزاد کردن ببین میخوام بگم تفاوت نگاه های ما نسبت به این مسئله خیلی زیاده دیگه ولی همه ما با وجود این اختلاف ها شما نگاه انسان انسان‌هایی هستن آمدن چند ملیتی دور هم جمع شدن یه اتحاد نانوشته پیدا کردن بدون اینکه بفهمن با هم اختلاف نظر دارن همدلانه دارن یک مسیری رو میرن کل قواعدی که در دنیا چیده شده کل اون تلاشایی که انجام شده برای اینکه اختلاف باشه بین ها از طریق این اختلاف استعمار بازی خودش رو پیش ببره همه ریخته به هم و دوستان این نباید فراتر بره حالا چند میلیون نفر در دنیا جمعیت داریم 7 میلیارد نفر اگه مثلا 6 میلیارد نفر توی دنیا متوجه اربعین بشن شما یقین بدون بازم یه اتاق 6 میلیارد نفری شاهدی که رسانهای دنیا هیچ رو پوشش نمیدن این 6 میلیارد میان دور هم اون باز تلاش میکنه برای یه میلیارد سانسورش کنه فیلمی داریم توی دنیا چرا چون اثر این ماجرا فهمیده شده شما یقین بدانید برای ما خواب دیدن به جهت اینکه این سرمایه عظیم رو از ما بگیرن اگر رفقایی دارن مطالب من رو گوش میدن از اون کسی که مذهبی هست اون کسی که ممکن هست غیر مذهبی باشه از اون رفیقی که در حوزه علمیه قوم هست تا اون رفیقی که اهل سنت روحانی اهل سنت فکر بکنید به این سرمایه ای که داریم و حفظش بسیار سخت است و به آن یورش خواهند آورد چجوری میخوایم باش مقابله کنیم الان توسعهاش اول اینکه چجوری میخوایم توسعهش بدیم دوم چجوری میخوایم باش مقابله بکنیم نکته دوم هم حتی با دوستان غیر مذهبی نمیخوام صحبت کنم میخوام یه خورده برم فراتر با دوستانی که میدانم برخیشون از نگاه بنده ضد ایران محسوب میشوند در مقابل ما محسوب میشوند و مطالب بنده رو دنبال میکنن رفقا ما اینجا به یه اتحاد استراتژیک نیاز داریم تو با جمهوری اسلامی دشمنی با اسلام دشمنی با داشته های این کشور دشمنی با اقدامات این کشور مخالفی این سرمایه ماست در منطقه ای که ما هر روز بخشی از وطنمون جدا شده تا سال 57 در منطقه ای که هر روز تخم دشمنی بین ملت ها بیشتر پراکنده شده این سرمایه ماست باید کمک بکنیم این سرمایه دیده بشه اگر وطن برای ما مهمه من امیدوارم این هایی که این روزها دیدیم رو قدر بدونیم و امیدوارم که بتونیم حفظش بکنیم و بتوانیم توسعه اش بدهیم نکته دیگه ندارم اگر احساس کردین نکته بود حتما برای من بفرستین خیلی این روزها از کربلا از مسیر پیاده روی اربعین از رفقای خودم پیام داشتم به ما لطف داشتن عکس و فیلم هایی فرستادن و حسابی ما رو شرمنده کردن الهی که پرشم احمدتون بالا باشه الهی که دلتون شاد باشه و الهی که بهترین ها پیش روی همه شما باشه من نکته دیگه ندارم اگر احساس کردین نکته هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین وقتتون بخیر